بارزا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه میشیم. آقای گوهرزاد، وقتی شما بخیر برگردیم به همین نشست شورای امنیت، چقدر برایند این مهم و مؤثر ارزیابی میشه؟ درود من هم بر شما و سپاس از دعوت به برنامه. ببینیم، پاسخی که نماینده آلبانی داد بسیار مهم بود در اینجا. یعنی اشاره کرد که گرچه شورای امنیت هیچ وقت برای مسئله حقوق بشر نباید نشستی تشکیل بده، ولی تشکیل این نشست نشون میده که برایندی که ما منتظرش هستیم که جهان حرکتی داشته باشه علیه اون چه در ایران میگذره بسیار روشنه. این پاسخ رو گرچه به نماینده روسیه داد، ولی واقعیتی رو بیان کرد که جهان عزمش رو جذب کرده که در این راستا حرکت بکنه و ایران نخواهد توانست به سادگی از این مسئله عبور کنه. و خیلی هم خوب اون مسئله رو باز کردن خانم نماینده آمریکا و نماینده آلبانی. برگزار کننده اصلی این نشست بودن، درخواست کننده اصلی این نشست بودن. به این ترتیب اونها میدونستن که دارن در چه مسیری گام برمیدارن. وجود آقای جاوید رحمان، سخنان خانم بنیادی و خانم عبادی، همه و همه اینا زمین ساز این هستش که سازمان ملل به سوی یک قطعنامه بره. و اگر این قطعنامه رو طبیعی است که چین و روسیه وتو خواهند کرد، ولی دادن یک قطعنامه به این مهمی میتواند گام موثری در روند اعتراضهای مردم ایران باشه. و در این نشست در سازمان ملل به جای نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی، افراد مشهور و شناخته شده مثل خانم شیرین عبادی و خانم بنیادی حضور داشتن و صحبت کردند. این موضوع چقدر میتونه به تأثیر داشته باشه روی روند مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی؟ بله، خب این نشون دهنده این است از تشکیل این نشست که نشستی بدون اینکه در زمینه کار شورای امنیت باشه، نشون دهنده این است که اصلا مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل نیستن. کما اینکه می‌بینیم به جای اینکه جمهوری اسلامی در هر نشستی که وقتی درباره اونها هست حضور پیدا میکنه تا پاسخ بگه، اصلا از ایران نخواستن که در این نشست حضور پیدا بکنه. و بعد وقتی میبینیم خانم عبادی و خانم بنیادی سخن میگن و اونها تایید میکنن اون چیزی رو که داره پیش میره، یعنی وقتی که خانم نازنین بنیادی به عنوان یک فردی که کنشگر حقوق بشر است از سالهای گذشته و فعالیت داره، از اون چه بر ایران بر مردم میره یاد میکنه و نکته به نکته پیش میبره، به نظر من دوربین باید نشون میداد چهره آقای رابرت مالی رو که پشت ایشون نشسته بود و کسی است که میخواد قرارداد با ایران امضا بکنه. و این سخنان بخش زیادیش خطاب به ایشون بود تا به دولت آقای بایدن برسونه که توافق و قراردادی در ذهن نباشه. به نظرم بسیار پر اهمیت بود، یک تودهنی بزرگ به جمهوری اسلامی بود که همواره فکر میکنه که روس‌ها و چینی‌ها میتونن براش ارزش و اعتبار بخرن. واقعیت اینه که اگر آمریکا میخواد روس‌ها رو حتی در خاک خودش به خاطر حمله به اوکراین محاکمه کنه، جمهوری اسلامی به دلیل همدستی با روسیه در مسئله اوکراین هم میتونه هدف قرار بگیره. سپاس بسیار آقای گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا با ما بودید.